أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به يقال هذه غدرة فلان صدق رسولنا الكريم دوستان عزيز موضوعي كمي داري بحث بكنم عشق ومحبة ميانو انسان به این فکر تصور نباشد که محبت در رفتار هست محبت در گفتار هست در کردار هست باید به این عقیده باشد محبت در رفتار و گفتاری که فعلا با همسر خود داشته باشد همین محبت هست ولی که در این فکر عقیده نباشد که محبت تمام احساسات فراموش و مدفون شده گذشته هست بلکه محبت در رفتار گفتاری که فعلا انسان در زندگی خود پیاده کرده و با همسر خود داره در همین محبت و گفتار هست بین که حرکت بکنیم و این محبت و گفتار را در بین خانواده خود در بین زن خود و در بین شوهر خود پیاده بکنیم چگونه انسان ها همیشه به دنبال خوشبختی هستند خوشبختیشان الله متعال فرمود در جلسه قبلی یادآور شدیم که خوشبختیشان فقط در خانواده ها هست و با جز از خانواده انسان به دنبال خوشبختی نباشد خوشبختی یک مرد در آغوش گرم همسرش هست و خوشبختی یک زن هم در آغوش گرم همسرش هست پس به دنبال خوشبختی بدون از آغوش همسر خود جای دیگر نباشیم بعضی اوقات همی محبت عشق و علاقه و عاطفه که در بین زن و شوهر هست از بین می رود و رو خرابی و تخریب شدن می آورد چگونه این محبت و عشق و عاطفه در بین زن و شوهر از بین می رود بین چند نکته را به طریق به طور خلاصه یادآور شیم اولا این که پدیده کم سخن گفتن در دوران نامزدی زن و شوهر با یکدیگر خیلی صحبت های شیرین می خیلی زیاد صحبت می کردن از گذشته های خود بیان می یعنی صحبت های عاشقی صحبت های عاطفی صحبت های که محبت اینها را در بین هم گره میداد خیلی صحبت ها میکردن ولی که پس از عروسی همی صحبت ها کم 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 به تدریج رو به کاهش پیدا میکنه اولین پدیده ای که محبت و عشق و علاقه را در بین زن و شوهر از بین میبره همی کم صحبتی هست بعضی اوقات شوهر از خانه فرار میکنه دوست نداره با همسر خود صحبت بکنه میگه که در سر کار نوقت رخصت میشویم بسبب چی است که این محبتشان روز به روز کم میشود یعنی حرف زنشون وقتی کم شد شوهر یک دلیل برای خود پیدا میکنه تا یکی از خانه فرار بکند وقتی که شوهر از خانه فرار کرد با همسر خود نشیشت صحبت نکرد به جای همسر خود کسی دیگر را ترجیح داد به جای همسر خود با دوستای خود صحبت کرد به همین شکل زن به جای شوهر خود با دوستای خود صحبت کرد با خواهر خود با مادر و پدر خود صحبت کرد اینجا هست که محبت در بین زن و شوهر کاهش پیدا میکنه و این محبتشان از بین میرود نکته بعدی که محبت در بین زن شوهر از بین می رود تمرکز بر بدی هست هم به انسان ها خطا و اشتباه می کنند چی بخواهند چی نخواهند خطا و اشتباهشان حتمی هست هیچ کسی از اشتباه و خطا عاری و خالی نیست ولی که بعضی اوقات شوهرانی, شوهرانی هستند و زنهایی هستند که فقط به بدی تمرکز میکنند فقط در نکته کوری که اشتباه است در همونجا تمرکز میکنند نگذاریم شیطان در بین ما و همسرمان جدایی بیفکند شاید یک زن باشد که هزارها خوبی داشته باشد ولی که یک اشتباه دارد زبان دراز ولی که یک اشتباه دیگر داشته باشد آشپزی خراب میکند در اینجا شوهر باید تمرکز به تنها برای بدی و اشتباهش نداشته باشد بلکه هزارها نیکی دیگری که و هزارها خصوصیت های خوبی دیگری که زن دارد باید به او خصوصیت ها توجه بکنیم و به او خصوصیت ارزش بتیم و اهمیت بتیم و نسبت به همون خصوصیتاش را دوست داشته باشیم رسول الله علیه الصلاة و السلام فرماید که یک مرد مؤمن از زن مؤمن نسبت به یک خصوصیتش او را بد نبیند شاید او های خیلی بیشتر دیگری داشته باشد که توی شوهر یا توی زن را خرسند بسازند شاید شوهرت نسبتا شب در خانه نوق بیاید ولی خیلی اخلاق نرم دارد خیلی با تو با طرز و طریقه ملایم رفتار می‌کند به همین اساس تو شب نوقت آمدنش نسبت به این ترجیح نده تو چور شب نوقت میای بلکه رفتارها و کردارهایی که هزارها کردار خوب دیگر دارد باید به او کردارها تو تمرکز بکنی و نسبت به بدیش یک بدی و دو بدی را چشم پوشی بکنی تا که محبت و عشق و علاقه و ارتباطاتی که در بین شما محکم هست ای از هم نگسله و از هم نپاشه گزینه و نکته بعدی که زن و شوهر از عشق و محبت و علاقهشان کاسته می شود هم بستری هست بعضی اوقات ماها طول میکشد تا یکی زن با شوهر خود و شوهر با زن خود هم شوند یعنی دوست ندارند به اونها هم بستر شوند دلایل مختلف پیدا میکنند یکی هر دلیلی که در ذهنشان تصور پیدا بکن در ذهنشان مجسم شود به همون دلیل از زن خود از شوهر خود کنارگیری می و با زن و شوهر یک جا شوند و نکته بعدی جستجوی محبت در خارج از خانه است وقتی که زن با شوهر خود صحبت نکرد شوهر از زن خود از خانه فرار کرد اونها با بدیهای های یکی دیگر تمرکز کردند با هم هم بستر نشدند پس نکته کجا میمانه و اصل هدف کجا میشه ای که محبت را خارج از خانه هم شوهر و هم زن جستجو بکنند و محبت را خارج از خانه پیدا بکنن در این صورت وقتی که محبت خارج از خانه جستجو شد پیدا شد تمام محبت های گذشته که در بین این زن شوهر وجود داشت ای همه از هم می و محبتشان به خاک یکسان می شود رسول الله علیه الصلاه و السلام درباره چنین افراد می که لکل غادر لوا یوم القیامه برای هر انسان خائن وقتی که شوهر زن خود را در خانه گذاشت و رفت در بیرون از خانه محبت را اختیار کرد و جستجو کرد و پالید دوجه برزنش خیانت شده رسول الله صلی الله علیه و فرمان لکل غادر لواء یوم القیامه برای هر تک تک از انسان های خائن چی انسان در برابر شوهر خود خیانت بکند چی در برابر فرزند خود خیانت بکند چی در برابر پدر مادر خود خیانت بکند چی در مقابل رعیت حکومت خود خیانت بکند چی در مقابل همسر خود خیانت بکند لواء یوم القیامه رسول الله صلی الله علیه و فرمان یک پرچمی دارد در روز قیامت یعرف به که توسط همین پرچم شناخته می شود تمام مخلوقاتی که در روز قیامت الله متعال اونها را حشر میکند تمام مردم تمام مخلوقات هم همه جنس جن حیوان نبات هر چیزی که انسان تصور میکند و از تصور انسان بیرون است اونها میفهمند که این شخص نسبت به همسر خود نسبت به زن خود و نسبت به شوهر خود خائن بوده است یقالو باز تنهایی نیست یقالو میگن هذه قدرت فلانین، این پرچم و لوای شخصی است که در مقابل همسر خود در مقابل زن خود و در مقابل شوهر خود خیانت کرده است پس راه چاره چی هست به کدام راه و چاره بیاندیشیم تا یکی ای از این خیانت و از ارتباطاتی که در بین زن و شوهر از هم می و از هم فرو می پاشه راه چاره چی است که از این چیزها جلوگیری بکنیم ان در ادامه و به خاطر راه چاره اندیشیدن در ادامه با ما همراه باشید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته